به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی ببخشید و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، دزدان، 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 دزدان. حکومت دینی دزدان یا حکومت دزدی استفاده کنندگان از دین، از بالا تا پایین، از اکبر تا رهبر، از سه تا طویلهی به نام خبرگان، عمامه در عمامه، تشخیص، عمامه در عمامه، شورا، عمامه در ریش، در عمامه، سه قوه دزد، مقننه، مجریه و قضاییه، رئیس جمهور دزد، وزرای دزد، هیئت دولت دزد، 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 دزدی اسلامی. خوبیش فقط اینجاست، دزدی اسلامی جرم نداره چون الله اجازهشو داده، به شرط که سهم الله هم بریزن هوا. الله به شما اجازه میده دزدی کنی، الله بهت اجازه میده آدم بکشی، الله بهت اجازه میده مال مردم مصادره کنی بخوری، الله بهت اجازه میده تجاوز کنی به مردم، زن بچه مردم رو بگیری. الله کارش نمیشه کرد. وقتی الله گفت دیگه حکم الله رو که کارش نمیشه کرد، که بعد اجرا کرد. من امشب یه خورده امشب ایران، امروز اروپا، امریکا که کسی ما رو نمیبینه صبحی و این موقعش صبح، یه مقداری سرما خوردم و در صورت سعی میکنیم که برنامه ها لنگ نشه، میبخشید اگر یه مقداری سرحال نیستم. این الله برای اینکه رابطه‌شون تنگاتنگ بشه بایستی دین اسلام نیاب محمدی رو سرپا نگه دارن. رشته‌ای که به طرف اینا اومده شاخه مذهب شیعه. آخه این اسلام نیاب محمدی خیلی شاخه شاخه است، چون دین قرص محکمیه، هی شاخه شاخه شده، مثل این درخت های کلوفت که هی شاخه میده، نون توش داره، نون توش داره. برید تو توزیع المسائل خمینی یا هر آخوند پوپیوز دیگه ای دلتون میخواد نگاه کنین، ببینید تو بخش خمس چی نوشته. تو قرآن هم برین دنبال خمس بگردین پیدا نمیشه. غنیمت رو میگه خمس، اینا یه چیزای دیگه هم میگه. تای دریا مگه میری؟ جون اگه خوردت، نهنگه خوردت، اگه اومدی بیرون مرواری دستت بود، 20% مال منه. برید بخونید 3-4 صفحه راجب خمس نوشته. بدید آخوند مفخور بخوره، نوش جونش. چون دزدانی که می دزدن باید سهم آخوند رو بدن، که آخوند به الله بگه اینا رو تو جهنم نبره بابت دزدیاشون، بابت دزدیاشون ببرشون تو بهشت. اگرم پولاتو همه رو ازت گرفتن، واسه الله زیرزمینی هم دوباره باید پول بدی،
چون یه الله هم زیر زمینه، اسمش امام زمانه. اینا نایب اونن، بابت اون پول میگیرن میریزن تو چاه، بره تو زیر زمین. آخوندا از تو پول میگیرن که ببرن سر چای سامره بریزن تو چاه. چون نفر اول میگفتش بدین به من، من تو خیک روغن قایم میکنم میدم به امام زمون. با صبح به صبح آخونده میره تای چاه صبحونشو میخوره، میاد بالا یه کاغذم دستشه، میگه مال امام زمون رو دادم، اونجا غذاهام هم خوردم، اینم امام زمون امضا کرده که من نمایندشم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که خوشبختانه تعدادشون خیلی زیاده، ما خیانتکار تا دلت بخواد داریم. وطن پرست اگه دیدی سلام منم بهش برسون. حرف روز، حرف ایران و نمیدونم فلسطین و اسرائیل و این حرف هاست. ولی اجازه بدید من قبل از این که به این مسائل وارد بشم، یه مقداری با دوستانی که ایمیل میفرستن صحبت بکنم. این قلمم وردارم که این جوابها رو وقتی میدم، آقای پرسیدن یهودیان چرا انقدر تعصب دارن؟ بسیار خودخواهیه. میبینید این شخص میگه اینی که من دارم درسته، تعصبم روش دارم، ولی یهودیه اونی که از پدرش بهش ارث رسیده چرا تعصب داره؟ یه خورده فکر بکنید. حالا این رو بیایم بزرگش بکنیم. علت این که اینو خوندم، نه کاری به یهودیت دارم نه کاری به اسلام دارم، کاری به یاد گرفته های خودمون دارم که از وقتی که از بچگی هستیم چیا به همون میگن تا بزرگ که میشیم. اینا نقش توی مغزمون میشه و بیرون اومدن از اینها سخته. یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود، گفتار بزرگان رو درباره دین. یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود خیلی فلسفی و ریاضی راجع به بیگ بنگ و این حرفا. ببینید دوستان عزیز، من زیاد دنبال کارهای باسوادی نمیرم. میدونید برای چی؟ برای اینکه من چیزی نمیخوام به شما بگم که بعد از اینکه برنامه تموم شد یک کلمش هم به یادتون نیاد. من فرمول براتون نمیخوام بخونم. من اسم قلمبه سلمبه نمیخوام بگم. یه داستان یادم اومد، داستان نه حقیقتیه. این داریوش مهرجویی که الان کارگردان سینماست، این رو من معرفی کردم به سینما. اون وقتی که هیچ کسی نبود، یه پسر جوونی بود اومده بود و تا اونجام که تونستم براش زحمت کشیدم، ولی آدم اپورتونیستیه، خودش بالاتر از همه است. یه مقداری دیالوگای می نوشت. گفتم اینا که مفهوم نداره. گفت تو نمیدونی وقتی مردم نفهمن فکر میکنن تو خیلی میفهمی. شخ یادم نمیره این حرفش. سر 20 سالگیش این حرفا رو میزد. 20 سال 22 سالش بود. که چه
بدبختی من کشیدم سر الماس 33، ایشون بهره برداریشو کرد و رفت وزارت فرهنگانه رو. حالا کاری نداریم، زمانیست گذشته، استعداد فیلمسازی داره، اینو من منکر نمیشم. به دلیل اینکه من تشخیص دادم استعداد فیلم سازی داره، کمکش کردم که کارگردان بشه. ولی یه فیلم ساز خوب حتما نباید آدم خوبی باشه، یا از نظر یه عده آدم خوبی هم ممکنه باشه. حالا چون داشتم راجع به این حرف می‌زدم که وقتی برای من گفته های بزرگان رو فرستادید، خیلی هم قشنگه، ولی واضح حرف نزدن. من کلاس سقراط و افلاطون و ارسطو و اپیکور درس نمیدم. من با مکتب کانت و برتراند راسل کاری ندارم. من دنبال آدم هایی هستم که جنس و پوست ماها رو میشناسند. یه دونه اینجا پیدا کردم، صادق هدایت. ببینید چجوری این حرفش میره زیر پوست آدم. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را، گرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد، نمیپذیرند. این جواب به اون دوستی که میگفت آخه آقا ما چیکار کنیم، ما هرچی به اینا میگیم اینا یه جای دیگه هن. اینا اگر بدونی او وقت میدونی چجوری عمل بکنی. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را، گرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد، نمیپذیرند و پی بهانه میگردند و اشکال تراشی میکنند و هیچ دلیلی آنها را قانع نخواهد کرد. خیلی از شما دوستان میگید که ما وقتی با مردم حرف میزنیم یارو همینا رو میگه درسته، اما میگه که من دنبال کار خودم میرم. صادق هدایت این آدم ها رو میشناخت، با ماها زندگی کرده بود. اینی که راحت کتاباشم که اگر بخونید، یه مقداری بعضی جاها سخت حرف زده، ولی اونجا که راحت حرف زده، زبون کوچه و بازار حرف زده، خیلی راحت فهمش. مگر اینکه شما خیلی بخواید راجع به ادبیات صحبت بکنید. ادبیات صادق هدایت با ادبیات فتلیشا فرق میکنه. علی دشتی میگه تحت تأثیر عقیده خرد آدمی از کار میافتد. یعنی اگر ایمان و عقیده به چیزی داشته باشی، از خردت نمیتونی استفاده کنی. 3-4 تا میشه 2 میلیون. چرا؟ تو کتاب آسمانی نوشته. این کتاب رو کجای آسمون چاپ کردن؟ کتاب بابا تزار بابای منم میگفت همینه، همه دارن، همه میگن 1 میلیارد خورده، 1.5 میلیارد جمعیت میگن این کتاب تو آسمون چاپ شده. تو چی میگی؟ 1.5 میلیارد دارن میگن. ایمان آورده، چون ایمان آورده کارش نمیشه کرد. پس بنابراین عقیده و ایمان خرد رو از بین میبره. اون وقت آدم میگه که خب من که تعصب دارم، دین شیعه بهترین دینه، یهودیه چرا تعصب داره؟ بهاییه چرا تعصب داره؟ تو برا با هر کدوم اینا صحبت کن، همشون میگن دین من بهتر از همه است. ثانیاً تو اگر دین خودت رو بشناسی که یک شاخه ای از اسلامه، بعد بری مطالعه کنی میبینی اسلام یه شاخه ای از یهودیته، یهودیت عربیه.
حالا میگی اون چرا دینش رو دوست داره باید تعصب بهش داره، من باید فقط تعصب داشته باشم، من تافته جدا بافتم. یک جمله دیگه از علی دشتی هست، میگه بشری که بچه امتیازش قوه ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل میکند، در امور عقیده‌ای خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پای روی عقل و حتی مشهودات میگذارد. زبون ساده، سی سال اینجا یه عده طرفدار شاه هم یه عده طرفدار مصدق هم، ما هم دعوا دارم. شما اگر تونستید برید تلویزیون مجاهدین رو بگیرید، الان برنامه سینه زنی و عاشورا و اینا تمامشون هم تحصیل کردن. هیچ کدوم نمیرن بخونن ببینن این حسین کیه، چرا رفته دعوا شده کشتنش. درس خوندن، طبیعی، ریاضی، بعضی هاشون شاغلن. به عقیده که میرسه همینی که آقا جونم میده، همین که مامان جونم میگه، خیلی راحت میتونیم ببینیم. تو جرأت داری به یه مصدقی بگی آقای مصدق دماغش گنده بوده؟ چشتو در میاره میگی بابا این عکسشه، این دماغش گنده است. یا برعکس به یه شاه اللهی بگو اگر نگی اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر چشاتو در میاره. درس خوندم هستم، در موارد دیگه راحت میتونی باشون بحث کنی. به این دوتا اسم که میرسه یه گیری باج میکنن. تعصب و عقیده، تعصب کوره. گفتم به شما این بچه های مجاهدین خلق آدم باسواد خیلی توش هست، اما تلویزیونش نگاه کن، عاشورای حسینی میشین 24 ساعت تلویزیون اینا رو نگاه کن، یه زنی که روسری سرش نباشه نشون نمیده مگر یک چیزی که راجع به سیاست باشه. فیلم هایی رو که میرن انتخاب میکنن، ترجمه میکنن، زیر نویس میکنن، برو نگاه کن ببین با چه ظرافتی میرن اون کارا رو میکنن. عکس زن بیهجاب نشون ندن چون مریم رجبی لچک سرش. نمیگم اصلا نشون نمیدن ها، تک تک بعضی وقتا فرض کنید مرجان وقتی توی برنامهشون میخوند لچک سرش نکرده بود. اما تا اونجایی که بتونن سعی میکنن این کار رو بکنن. نیست ما خیلی خیر دیدیم از اسلام، یه اسلام جدید دیگه میخوان بیارن به ما بچپونن. حالا عاشورای حسینیه در دو جا، یکی شهر اشرف حتما، یکی هم در تهران، یعنی همه شهرهای ایران مسابقه میدن کدومشون بیشتر حسینی هستن. من نه کاری با اون دارم نه کاری با این، کاری با تعصب دارم، کاری با این حرف دشتی دارم. بشری که وجه امتیازش قوه ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل می کند، در امور عقیده‌ای خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پا
پای روی عقل و حتی مشهودات خود می‌گذارد. وقتی که این چیزها را آدم می‌بینه، یه چیزی رو باید قبول کرد دیگه. اینه زندگی، اینه. ببینید توی ایران شما بیشتر از من میشنوید، دانشجویان، حالا دانشجوی بسیجی یا اراذل اوباش، اینا هر لات و لوتی رو یه دکتر بهش میدن. اینی که به همه اون آتش‌خالایی که میخوان بیان خیابونا رو شلوغ کنن میگن دانشجویان. این دانشجویان اسم نویسی کردن برن فلسطین. چرا نمیرن؟ آدمی که اسم نویسی میکنه که بره فلسطین واسه فلسطینیا بجنگه، حقش مردنه. این آدم حق زندگی نداره. جنگ ایران و عراق فلسطینیا نام نویسی کردن 10,000 نفر، پول گرفتن. فلسطینی یعنی مرسنری، یعنی پول بهش بده همه کار میکنه. 10,000 نفر پول گرفتن، اومدن توی ارتش عراق بر ضد ایران جنگیدن، ایرانی ها رو کشتن. حالا دانشجوی عقیدتی یا اون اراذل اوباشی که اسمشون میذارن دانشجو، میخواد بره کمک فلسطینیا. چرا نمیره؟ چرا همش تبلیغ میکنن؟ محموله اول چرا نفرستادن؟ دیروز اسرائیل اومد نیروی زمینیش هم اومد تو غزه. خب پا کجا این پچره نمیدید؟ چرا همش تبلیغات میکنید؟ پولتون تموم شده، پول ندارید بهشون بدید، حالا تبلیغات اینجوری میکنید؟ 10,000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر، هرچی اسم نوشتن 1,000 تاشون رو بپسیم برن. آن بپسیم برن. مسئله گول زدن من و شما و دنیاست. هفته پیش براتون گفتم دو تا کشور اسلامیه، یکی انگلستانه، یکی هم ایرانه، بر علیه فلسطین، بر علیه چیز تبلیغات عملی میکنن، یعنی حلال حل میکنن. بعدم این دسته را افتادن جلو سفارتخونه ها، دادی بیداد میکنن. سفارت انگلیس گفته که بیاین یه کاری بکنیم، بریزین باغ قلهک هم اشغال کنیم که بتونیم جنجال بیشتری بکنیم. اینا دنبال کارهایی هستن که روزنامه ها بنویسن، و الا این همه سفارتخونه است توی چیز انگلیس هم هیچ کار است. انگلیس هیچ کاری با اسرائیل نداره. انگلیس بعد از جنگ بین الملل اول که ترکیه عثمانی، که یک بهش گفتن عثمان امپایر به زبان انگلیسی، این رو وقتی شکست خوردن اومدن قطعش کردن. تا قبل از اینکه جنگ بین الملل اول تموم بشه عربستان سعودی وجود نداشت. به دلیل اسم سعود الفیصل اسم اینجا رو گذاشتن عربستان سعودی. اردن هاشمی وجود نداشت، عراق وجود نداشت، سوریه وجود نداشت، کویت وجود نداشت، امارات و قطر و این چیزا هم وجود نداشتن. عمان بود، یمن بود. ببینید اینا رو انگلیس خودش ساخته. کشور فلسطینی وجود نداشت.
اینا رو ساختن، کشور لبنان ساختن، اینا رو انگلیس ها خودشون ساختن. تا آخر دنیا میخوان نگرش دارن. آدم حالوی نفهم زیاده، روشنفکر و آخوندش هم با دو اپسی میتونن بخرن، خودفروشن. اگر مردم خاورمیانه این خودفروشی رو بذارن کنار، بعضشون درست میشه، ولی این اگر هیچ وقت به تحقق نمیپیونده. این کسی که اومد حماس رو از فلسطین جدا کرد، فکر کنیم برای چی کرد؟ خودشو فروخت به پولهایی که جمهوری اسلامی بهش میده. خود یارو هم رئیسشون هم تو سوریه است، اصلا این بر نمیاد. جمهوری اسلامی هم میگن هرچی در میاره باید خرج این کار را بکنه، پول نباید داشته باشه. هیچ کدوم از کشورهای اون منطقه نباید پول داشته باشن. به محض که پول داشته باشن یه شهری براشون درست میکنن که دیگه اوپک درست نکنن. و این کار رو با دست من و تو میکنن. چرا؟ برای اینکه ما نمیفهمیم، برای اینکه ما به دنبال شعاریم نه به دنبال شعور. از روز اول بهتون گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. هیچ چیزی رو سرسری قبول نکنید، هیچ چیزی رو قبول نکنید چون از آسمون افتاده، تو کتاب نوشته، تو کتاب دینی نوشته، تو کتاب غیر دینی نوشته. فکر کنید روش. من همه ی حرفم رو که میتونم بزنم اینه، دو کلم هست. یعنی تمام این بحث هایی که من هر روز دارم میکنم پایش بر اینه. هر کاری میخوای بکنی، هر چیزی میخونی، هر تصمیمی میگیری، آگاهی و اشراق داشته باش نسبت بهش، بعد اون کار رو بکن. خیلی ساده است، اما وقتی تعصب میاد، وقتی باور میاد، وقتی دین میاد، وقتی ملیت میاد. من یه چند کلمه راجع به آشوری ها و ارمنی ها، اونم در مورد کریسمس و این حرفا صحبت کردم. نگفتم کی خوبه، نگفتم کی بده، نگفتم کی بالاست، نگفتم کی پایینه. یه آقای مدعی شده بود که از نیویورک، ما بهتر از آشوری هستیم، ما حق با شماست. یه آقای آشوری زنگ زده بود که نه آقا، ما آدم های بدی هستیم. ببینید اینا مسئله شخصیه، به کسی مربوط نیست. شما با برچسب زدن آشوری ارمنی نمیتونید بگین این گروه ارمنی، همه اینا آدم های مختلف توشه. از خود ارامنه بپرسین، توشون آدم های بده، آدم های خوبه. از آشوریان بپرسین همینجور. نه تنها این دوتا، از هر ملتی آدم بد داره، آدم خوب داره. از هر مذهبی. راجع به مهر و مهر پرستی که یه وقتی همه اروپا رو گرفته بود نمیشه صحبت کرد. دوستی که راجع به مهر پرستی از من، ببینید ما یه مهر قبل از زرتشت داریم که بقمیترا اسمش بود و اونها اهورامزدا اصلا وجود نداشت. بقمیترا، آریایی ها بقمیترا رو قبول داشتن که بقمیترا خدای اونها بود و
همون مسئله خورشید و اینا بود. یه مهر بعد از زرتشت در زمان اشکانیان 272 قبل از میلاد داریم که تمام مسئله زایشش، حتی شام آخرش که 12 تا یارانش بودن، اینا همه اونا آمده تو مسیحیت. حالا من اگه اینو بگم فردا مسیحی‌ها با من دعوا دارن. من نمیدونم، اینی که بعضی چیزها رو خودم به خودم سانسور میکنم. من میخوام بگم که آقای مسیحی، آقای یهودی، آقای مسلمان، بانوان یهودی و مسیحی و مسلمان، بخونید چیزی گم نمیکنید. حرفای من همش بی خوده، همه رو بریزید دور، خودتون بفهمید، خودتون یاد بگیرید. میدونید چقدر من فحش شنیدم سر اینکه تبلیغ میکردم قرآن رو به فارسی بخونید؟ 3 سال طول کشید تا مردم فهمیدن چرا من میگم قرآن رو به فارسی بخونید. یه آقای فاضلی، یه بانوی 23 ساله است، شما به من گفتید قرآن را فارسی بخون. خوندم ولی اسمی از امام زمان پیدا نکردم. من بابت پخش کردن سخنانتون در دانشگاه مدتی سر دانشگاه اخراج شدم. هفته دیگر من دادگاه دارم. میدونین واسه چی؟ واسه اینکه داشتم خرد را گسترش میدادم. برای امام حسین که عربی بیش نبود و مردم ایران را کشته بود عزاداری میگیرن. ما نمیخوایم، ما یه گروه 40 نفری هستیم. خواهشمندم ایمیل من رو بخونید تا همسن و سالهای من بفهمن ما دیگه اژدهای اسلام ناب محمدی رو نمیخوایم. تمام کتابهایی که شما معرفی کردید خواندم، واقعا فهمیدم که این اسلام را در مغز ما فرو کردن. آقای فاضلی مزاحم وقت شما نمیشم. یک بانوی ایرانیه، مخاطب من اینا هستند. دوست عزیزی که برای من ایمیل فرستادی گفتی که ما هرچقدر نگاه کردیم میبینیم خیلی ها به حرف شما گوش میدن ولی نسل قدیم کمتر توجه میکنن. نسل قدیم اهل معامله هستند. میگه من 50 سال نماز خوندم، اینو از یکی طلبکارم، چون معامله کرده، دین نداشته، اصلا دین نداشته، این معامله کرده، گفته من 50 سال نماز میخونم که خدا واسم خانوم بیاره و سلام. حالا اگه بذارم کنار ضرر میکنم، من سرمایه گذاری کردم تو این کار. میگه عمر من نزدیک 65 ساله، این 50 ساله عبادت من کجا میده؟ کی تا اون عبادت منه میده؟ درست مثل این که پول داده یه چیزی بخره. این دین نیست، این معامله است. شما از اون توقع نداشته باشید. خرافات و مهملات و مزخرفاتی که 1400 سال تو مغز ما کردن، شما میخواید با 6 ماه 1 سال 2 ماه بیرون بیاد؟ خود فکر کنید راجع بهش. مگه هم چیزی ممکنه؟ مگه امکان داره این کسافاتی که تو مغز ما ریختن یه مرتبه بریزیمش بیرون؟ تازه یارو به من میگه آقا کتاب ارواحو بخون.
عقیده داره، ایمان داره، ایمان به روح داره، ایمان به جن داره، ایمان نمیدونم به معراج داره، ایمان به خدای ندیده داره، ایمان داره. کارش نداشته باش، خوشبختانه این زمان داره میگذره، هم او میمیره هم من میمیرم، تو میمونی و این حرفایی که من دارم میزنم. وظیفه تو اینه این حرفا رو اگر تایید میکنی، اگه تایید نمیکنی بریزش دور، فاضلی مزخرف میگه. اگر تاییدش میکنی تحویل نسل آتیه بده، نسل بعد و نسل بعد. نسلها ما لازم داریم تا تطهیر بشیم، تا پاک بشیم. ما با یه دفعه خودمون رو شستن تمیز نمیشیم، ما این پوستمون رو باید بکنیم، پوست نو در بیاریم. کار آسونی نیست. هرچقدر جوانتر بشی مزخرفات مغزیت، انبار مزخرفات مغزیت خالی تره. البته دوستانی هستن تا 80 تا 90 ساله تلفن میکنه میگه آقای فاضلی بیدار شدم. 90 سالشه، باور کنید 90 سالشه. استاد دانشگاه، جراح قلب، میگه من تا هرچی خونده بودم همون کتابای درسیم بود، حالا دارم کتاب میخونم. ببینید مسائل رو، من اگر فکر بکنم که خب این کاری که میکنم فردا نتیجهشو ببینم، خب هم من میدونم که نمیبینم، هم شما میدونید که نمیبینم. ولی شما وقتی یک نهالی میکاری، اگر پرستاریش کنی، اگر به موقع غذا و آب بهش بدی، این نهال در طول زمان یک درخت تنومند میشه. ما اگر بتونیم خردگرایی رو همونجوری که مشروطه رو از ایران حرکتش دادیم، یک در سال 1933 یک نویسنده، یک کرد عراقی کتاب بسیار جالبی نوشت راجع به محمد، به انگلیسی هم ترجمه شد، ولی زمینه برای پخش این حرفا نبود. یعنی اسلام این ماهیتش رو نشون نداده بود. کسی ندیده بود اسلام یعنی بمبگذاری، اسلام یعنی آدمکشی، اسلام یعنی سر مردم رو ببرید و بگید الله اکبر. بعد رفتن تحقیق کردن دیدن بله اسلام همینو گفته، حمله کنید، بکشید، بزنید، هرچی هم گیر میارید 20% شو بفرستید واسه خلیفه، واسه حضرت رسول، واسه الله. اینها که پیش اومد، اون وقت ما به اینجا رسیدیم که میشه این حرفا رو زد. اگر 50 تا دیگه محمد رضا شاه در ایران پشت سر هم می اومد، یک نفر حرف منو قبول نمی کرد. ولی شما چون ملموس دارید اسلام رو حس می کنید، اسلام رو روز به روز دارید حس می کنید، اینی که متوجه میشید من چی دارم میگم. یک آقایی هست هر روز برای من یه ایمیل میفرسه که ما 200 نفریم و ما میتونیم ایران رو نجات بدیم. خیلی خوب، شما 200 نفر میتونید ایران رو نجات بدیم. از من خواسته اعلامیهش رو روی ایر بخونم. منم رو ایمیل جواب دادم اعلامیهت رو بفرست. روز بعد دوباره همون نامه رو فرستاد. روز سوم دوباره همون نامه رو فرستاد. روز پنجم همون نامه رو فرستاد.
یا ما رو سر کار گذاشته، یا خودشو سر کار گذاشته، یا نمیدونم. به هر تقدیر این گفتم من، اگه اعلامیتون رو بفرستین منطقی باشه چشم حتما، نباشم همینجا رو ایر براتون میگم چرا منطقی نیست. یک خبری برای من فرستاده بودن که آلودگی هوای تهران در یک هفته 547 نفر رو کشته و شهرداری میذاره گردن استانداری، استانداری میذاره گردن محیط زیست، محیط زیست میذاره گردن شهرداری. و همین آدما هر روز برای کشته شدگان غزه عزاداری میکنن، برای کشته شدگان مردم ایران نه. برای حسین عرب که در عربستون اون وقت با پسر عموش دعوا کرد و کشتنش، میخواست خلافت رو بگیره، پول بیشتری گیرش بیاد، بعدش هم نتونست این کار رو بکنه و کشتنش، هر سال تو باید گریه کنی. ولی برای عزیزانی که از دست دادی حق گریه کردن نداری. وقتی که یک کسی بچهش کشته می شد می اومدن می گفتن تبریک و تهنیت. حق گرفتن، خیلی از این مجاهدین رو وقتی کشتن گفتن شما حق ندارید برای اینا مراسم بگیرید. این اسلام ناب محمدی است. اینا رو من بتونم یکی یکی اگر راجع به عاشورا و اسلام و اون اتفاقاتی که افتاده یک کتابی دارم میخونم تو این هفته، شاید هم هفته آینده، قصه اصلی اتفاقی که در کربلا افتاد از زبون اسلامیون نه از زبون کافرا براتون بگم، چون این یه اتفاق تاریخیه. و دلایلی هم که خود من دارم، من چون خودم سینه می زدم، چون خودم علمدار بودم، چون نفر اولی بودم که می اومدم توی کوچه می گفتم مردم سیاه تن کنید، شال عزا گردن کنید، حسین رسید به کربلا. نمی فهمیدم حسین کیه، نمی دونستم کربلا کجاست، اینه یاد گرفته بودم مثل توتی هم دوباره می خوندم. حالا یه عده دیگه هستن این کار رو میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، منتها من نمیفهمیدم. اونا اگر میفهمن دمشون گرم، اگرم نمیفهمن برن بفهمن. یه مسئله خیلی مهمی که فکر میکنم آخرین مبحث امروزم باشه تا فردا، یک آقایی ایمیل فرستادن که آقای فاضلی شما میگی اون دنیا خبری نیست، آدم وقتی مرد مرد، خیام میگه باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. همه اینا رو که ما میشنویم بعد میایم میگیم خب فرض کن برادر من مرده یا کشته شده یا هرچی، من سر قبرش برم یا نرم؟ سوال خیلی قشنگیه. وظیفه من چیه؟ کار من چیه؟ بازم باید فکر کرد، بازم باید به خرد مراجعه کرد. خرد چی میگه؟ میگه قصد تو از این که میری سر خاک یا نمیری چیه؟ از رفتن تو سر خاک که به تو گفتن
که روح مرده اونجا وایساده و تو رو نگاه میکنه که تو رفتی اونجا یا نه. این دکونیست که قبر کنا درست کردن، چون با خرد اگه بهش نگاه کنی، اگر روحی باشه به جز سر قبر، خونش هم راحت تر میتونه بیاد تا بره سر قبر. منتها چون کارهای دینی همش ارجاع به نادیده و ناشناخته و لمس نکرده میشه، اینو به تو میگن که تو بری اونجا بگی که آره من با برادرم دارم حرف میزنم، روحش داره گوش میده. اما اصل قضیه اونجوری که من بررسی میکنم، من دو تا عزیز از دنیا رفته دارم، یکشون در انگلیس دفنه، یکشون در اسپانیا. 5 سال سر قبر هیچ کدومشون نرفتم. اما یک لحظه اینا از جلوی چشم من نرفتن. شما اگر میری سر خاک، برای ارضاء شخصیت میری. مرده که مرده، پسر من که سال 1986 کشته شده، الان سال 2009 به جز خورده استخون چیزی ازش باقی نمونده. پس بنابراین برای اون مثلا فرقی نمی کنه، اصلا اون روز که آدم مرد تموم میشه. اونی که آخوندا درست میکنن راه درآمد آخوندیه، راهیست که آخوند از این راه پول میبره، قرآن خونه از این راه پول میگیره ازت، یه سطل آب میاره. اون وقتا 5000 ما میدادیم، حالا حتما 5000 تومن میدیم. میشینه یه چیزایی میگه که نه مرده میفهمه، نه زنده میفهمه، نه خودش. محلوست من نمیگم نرو، اگر آرامش بهت میده برو، ولی برای اینکه با برادرت، با پدرت، با عزیزت، با مادرت، با هر کی حرف بزنی، احتیاج نداره اونجا بری. خیلی ها حسن به خدا اعتقاد دارن، خیلی تعدادشون زیاد. اینا فکر میکنن خدا تو عربستون فقط. نه، اونجا یه دکونه، اونجا محل کاسبیه. محمد اونجا رو برای کاسبی درست کرد، چون قبلش هم اون خانه مکه خانه کاسبی بود. محمد وقتی اختیار خانه مکه رو گرفت، گفت کاسبی اینجا باید سر جاش باشه، علاوه بر خمس و زکاتی. خمس که نبود، زکات و همون خمس غنیمت که برای من میاد، من اینجا مردمی که دارن میان میرم، اینجا محل کاسبیه، محل رفت و اومده. بعد شیعه ها میخواستن یه مکه درست کنن، نمیشد، اومدن امام درست کردن. حالا تو میری مثلا پیش امام رضا، اگه امام رضا و امام رضایش که تو میدونی، اگه خونتون هم صداش کنی باید بفهمه. اونجوری که باور میکنی دیگه، فکر کنی مرده همه چیزو میفهمه. 2000 نفر دورش میچرخن، حرف میزنن، حرف همه رو میفهمه. مگه غیر از این فکر میکنی؟ خب چرا پا میشی میری مشهد تو خونت؟ بگو یا امام رضا این کار رو واسه من بکن. نمیشنوه، پس امام نیست. میشنوه، احتیاج نداره بری مشهد. وقتی که با منطق، با خرد باهاش روبرو میشی، به کل یه مسئله دیگه میشه. راجع به درگذشتگان ما هم همینه. ما خودمون رو راحت میکنیم. من اگر میرم سر قبر مادرم، خودم رو راحت میکنم، به مادرم هیچ اتفاقی نمیفته.
نمیدونم تونستم اون جوابی رو که شما میخوای بهت بدم یا ندم، چون نگفتم برو، نگفتم نرو، برای اینکه من جای شما نیستم، مثل شما فکر نمی کنم، ولی خودم رو گفتم چه کار کردم. برای من قبر مادرم رو ندیدم، نمیدونم اصلا کجاست، به دلیل اینکه وقتی من فراری بودم مادر من از دنیا رفت. هیچ احساس کمبودم نمی کنم که سر قبر مادرم نرفتم. هر وقت دلم بخواد بلو منه، با خاطراتش زندگی می کنم. خیلی وقتا از گفته های اون استفاده می کنم. یه وقتا که درد به هم خیلی مستولی میشه، یکی از شعرهای اونو میخونم، میگفت من از این زندگی چند به تنگ آمده ام، وای بر خضر که محکوم به حبس ابد است. شما جوونا قدر جوونیتونو بتونید، وقتی آدم پیر میشه تمام وجودش شروع میکنه درد کردن، از سرما دردش میاد، از گرمام دردش میاد. احتیاجی نداره من حتما سر قبر برم که روحشون بغل وایساده باشه. من از امام حسین میخوام حاجت بخوام، حتما نباید برم پولمو بدم عربا بخورن تو کربلا. این کار، ببخشید، عذر میخوام، خیلی ازتون عذر میخوام، از نظر من برای خودم احمقانه است، ولی خیلی کسا این کار رو میکنن، فکر میکنن کار بسیار خوبی میکنن، ولی من این کار رو نمیکنم، چون من برای شما نمیگم، و برای خود من احمقانه است. تاریخ زندگی امام حسین رو خوندم. این عربا که با هم دعواشون شده بود سر پول، این همین الان اصلاح گراب و نمیدونم سلمونی و فلان اینا که ریختن به جون هم دیگه، دارن همدیگه رو پاره پوره میکنن، مال همو بخورن. اونا هم بعد محمد یه همچی گرفتاری هایی داشتن، از زمان ابوبکر شروع شد تا آخر عباسیان. دعوا دعوای پول بود، کاسبی بود، پول دار شدن بود، سلطان شدن بود. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.